Hello everybody, hope you are doing great. سلام به همگی، امیدوارم که حالتان خوب باشه. I am Sarwar and welcome to English with Sarwar. Sarwar هستم و خیلی خوش آمدید به انگلیسی با Sarwar. In today's video, I am gonna be teaching you the simple present tense. در درس امروز میخواییم که زمان حال ساده را برای شما یاد بدیم. Which is one of the most practical tenses in English. کمی زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمانهای انگلیسی هست. Okay guys, so if you are new in my channel, don't forget to subscribe my channel. اگر در چنل یوتیوب مجدید هستید، پس لطفاً چنل یوتیوب مرا سابسکرایب کنید. تشکر. Okay, let's get started. بیاین که شروع کنیم. Simple present or present simple. هر دویش درسته. زمان حال ساده. و یه هم فرمول زمان حال ساده هست. ساختار زمان حال ساده هست. چگونه میتونیم که جملات رو ما بسازیم؟ اول سابجکت. سابجکت که؟ سابجکت is the doer of an action. انجام دهنده یک کار رو ما میگیم سابجکت. سابجکت میتونه که شخص باشه، شی باشه، یا بجای از اینا میتونیم که پرسونال پرونانز ضمایر شخصی رو استفاده کنیم، مثل are you, we, he, she, it, they. Okay? And then plus word. بعد از سابجکت ما ورب میگیم. ورب، what is ورب؟ ورب shows an action. ورب انجام یک کار را نشان میده. Okay, like خوردن، خوابیدن، رفتن، آمدن، اینا ورب میشه. Plus object. به علاوه object. Object چیه؟ Object is the receiver of an action. Object گرنده عمل کار روی زو انجام میشه. و زمان حال ساده 5-6 تا کاربرد داره که من کاربردهای اینا را طبق نوبت برای شما یاد خواهم داد. و همچنان در زمان حال ساده ما جملات را با دو دست سوال منفی می‌نیم که بعد از کاربردهای زی بعد از یوزجای زی ما برای شما خواهم گفت. و همچنان در زمان حال ساده یک قانون دیگه هم هست که در اخیر سوم شخص مفرد هی شی ایت اس یا اس ما چیکار می‌نیم؟ اضافه می‌نیم در آخر فعلا. اوکی گایز، اول ما می‌خوایم که کاربرد این زمان را به شما یاد بدم. در آخر برای شما خواهم گفت که چگونه اس یا ای اس برای سوم شخص مفرد اضافه کنیم و چگونه جملات را در زمان حال ساده سوالی و منفی کنیم. اوکی، let's start the first usage. خب دوستا، اولین کاربرد زمان حال ساده چی هست؟ habits and routines. habits and routines، عادت‌ها و کارهای روزمره، چیزایی که ما عادت داریم هر روز انجام میدیم. و همچنان کارهای روزمره، کارهایی که هر روز ما انجام میدیم، از زمان حال ساده میگیم. کارهای عادی و روزمره، کارهایی که تکرار میشه، از زمان حال ساده ما بیان میکنیم. Okay, example. I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. 6 بجه از خواب بیدار میشم. یعنی من هر روز 6 بجه از خواب بلند میشم. I drink tea at breakfast. I drink tea at breakfast. صبحانه من چای میخورم. So this is a habit. یک عادت دیگه. هر صبح ما چای میخورم. Okay. Next. He starts work at 8 a.m. He starts work at 8 a.m. او کار را 8 بجه شروع می‌کنه. خب این هم یک کار روزانه ای که هر روز کار را 8 بجه چیکار می‌کنه؟ شروع می‌کنه. Okay. She eats dinner at 7 p.m. She eats dinner at 7 p.m. نان شام را 7 بجه می‌خوره. نان شام را 7 بجه می‌خوره. خب اینا بود چی؟ کارهای روزمره. پس کارهای روزمره، کارهایی که به صورت تکراری عادتی انجام میشه، ما از زمان حال ساده بیان می‌کنیم و این اولین کاربرد زمان حال ساده است. بیاین که حالا کاربرد دوم زمان حال ساده رو بخونیم. خب دوستا، کاربرد اول زمان حال ساده رو خواندیم که کارهای عادتی، روزمره و تکراری را بیان می‌کرد. حال کاربرد دوم زمان حال ساده چی رو بیان می‌کنه؟ facts truths. facts truths، حقیقت ها، چیزایی که حقیقت باشه از زمان حال ساده بیان مونیم. پس حقایق کلی را از زمان حال ساده بیان مونیم. اوکی. The sun is bright. The sun is bright. آفتاب درخشان هست. So this is a fact. یک حقیقت است که آفتاب درخشان است. Yes. Pigs don't fly. Pigs don't fly. خوک ها پرواز نمی کند. یاد نظر شما پرواز نه؟ The earth is round. The earth is round. کره زمین گرد است. So this is a fact. حقیقت است که کره زمین چیسته؟ گرده. Okay. The water freezes at 0 Celsius. آب در 0 درجه یخ میزنه. So they are the facts. پس حقیقت کلی، چیزایی که حقیقت باشه، راست باشه،
ما از زمان حال ساده بیان مونیم. کاربرد دوم زمان حال ساده چیه؟ که چیزی که حقیقت باشه، حقایق را ما از زمان حال ساده بیان مونیم. خب حالا بریم در کاربرد سوم زمان حال ساده. خب دوستا، کاربرد سوم زمان حال ساده چرا نشان میده؟ permanent situation. permanent situation. permanent means دائمی. situation هم شرایط. شرایط دائمی رو بیان می‌کنه. کاربرد سوم زمان حال ساده چرا بیان می‌کنه؟ permanent situation. شرایط دائمی رو، چیزی که تبدیل نمیشه، در یک حالت هسته. پس این حالت رو ما هم از زمان حال ساده بیان می‌کنیم. Okay. example. He lives in US. He lives in US. او در آمریکا زندگی می‌کنه. So this is a permanent situation. شرایط دائمی دیگه که برای همیشه در اونجا زندگی می‌کنه. Next. They work in bank. They work in bank. آنها در بانک کار می‌کنند. So پس این یک شرایط دائمی هست. He is married. He is married. او متحیل است. خب این شرایط دائمی دیگه برای همیشه چی هست؟ مرید است دیگه. یک شرایط دائمی رو نشان می‌ده. Okay. He is married. او متحیل هست. We speak Dari. We speak Dari. ما فارسی صحبت می‌کنیم. So پس کاربرد سوم زمان حال ساده چی رو بیان کرد؟ permanent situation. یک حالت دائمی را، شرایطی که تبدیل نشنه، ما از زمان حال ساده بیان می‌کنیم. Okay, now let's move to the fourth part. بریم یعنی بخش چهارم یا یوزج چهارم زمان حال ساده رو بخونیم. خب دوستا، چهارمین کاربرد زمان حال ساده near future or scheduled events. کارهایی که در آینده نزدیک انجام شنه یا scheduled events، کارهای برنامه ریزی شده باشه، ما میتونیم که از زمان حال ساده بگیم. در حالی که این کار در آینده اتفاق میفته، اما ما میتونیم این را از زمان حال ساده بیان کنیم. Example: I go class at 6 pm. I go class at 6 pm. من 6 بجه صبح کلاس میرم. پس این یک کاریه که برنامه ریزی شده دیگه. ما میتونیم این را از زمان حال ساده بگیم، از آینده ایش نمیگیم. My friend arrives on Sunday. My friend arrives on Sunday. رفیق از من یک شنبه میرسه. پس این هم یک کار برنامه ریزی شده دیگه، ما میتونیم این را از زمان حال ساده بگیم. My students come tomorrow. شاگردای از من فردا میاد. The train leaves at 5. قطار 6 بجه اینجا را ترک میکنه. پس کارهایی که برنامه ریزی شده باشه یا کارهایی که در آینده نزدیک قرار اتفاق بفته، ما میتونیم از زمان حال ساده بیان کنیم. So let's move to the next part. بریم کاربرد پنجم زمان حال ساده را بخونیم. خب دوستا، پنجمین کاربرد زمان حال ساده stative verbs or non-continuous verbs است. افعال حالتی. افعال حالتی. افعال حالتی چه قسم یک فعل است؟ ما انواع مختلف فعل ها داریم که stative verbs یا افعال حالتی یکی از او فعل هاست که ای در زمان حال ساده استفاده میشه. stative verbs چیه؟ یک حالت نشان میده. یعنی اکشن ورب نیه که ما ای رو با عمل نشان بدیم، یا دویدن، نوشتن، خوردن. پس این یک حالت نشان میده که ما ای رو با اکشن ورب نشان داده نمتنیم. یعنی این افعالی است که هیچ زمان با to be استفاده شده نمتنه. یعنی در شکل هیچ زمان ما اینا را در شکل ing استفاده نمونیم. به این خاطر که ای را در زمان حال ساده استفاده مونیم. من اینجا گروهی از افعال حالتی را اینجا نوشتم. کنار دیگه هیچ زمان ما به حالت آینجی استفاده نمونیم و همیشه از زمان حال ساده استفاده نمیم. هیچ زمان با تو بی آینجی استفاده نمیشه. اوکی، فیلینگ، احساسات، چیزاتی که فعلایی که ما با احساس نشان میدیم چیست؟ لاو. I love you. We never say I am loving you. هیچ وقت نمیگیم که I am loving you در حال دوست داشتن شما هستم. I love you. I hate this kind of food. I hate this kind of food. من از این قسم غذا بدم میاد. نمیگیم I am hating this kind of food. Like I like Afghanistan. Not I am liking Afghanistan. I dislike this kind of food. Next, senses. افعال حسی. I hear music. Not I am hearing music. I see. He feels. I smell. I taste. The food tastes awful. The food tastes awful. Not the food is tasting awful. Never. Thinking. چیزایی که ما با مغز میگیم اونا را، مثل forget, remember, think. No. I think
It's a marker. Not I am thinking it's a marker. You never say like this. I forget everything. I am forgetting everything. Never. I remember ما بيقدر. Not I am remembering. Appearance. ظاهر. Appearance means ظاهر. یک چیز ظاهرش نگاه منی و مگه It looks nice. قشنگ به نظر میرسه. Or it seems great. It appears nice. It sounds great. Belongings. چیزایی که مربوط از ما میشه. I have a marker. I have a marker. Not I am having a marker. پس افعال حالتی را همیشه از زمان حال ساده میگیم. این 5 تا کاربرد زمان حال ساده بود. And I hope you understand them. امیدوارم که اینا را فهمیده باشین. و در ویدیوی بعدی به شما یاد خواهم داد که چگونه جملات را ما در زمان حال ساده سوال منفی مونیم و چگونه اس یا اس را برای سوم شخص مفرد در آخر فعل ما اضافه مونیم. So thank you for watching. Have a great time. Bye bye.